Bekliyorum. Esnavi, ben ben Cumhuriye Esnavi, ben ben Cumhuriye Esnavi, ben ben Cumhuriye Esnavi. میشه توضیح بدین؟ این مربوط به سازمان جنوب زنان جنوب ایران. جنوب ایرانه. شعارش هم توی استادیوم ایران ایران ویوا زنانه. برای چی اینجا هستی شما الان؟ من برای این هستم که در استادیوم ها رو به روی زنان باز کنم. بعد هر صحبتی دارین در رابطه با مسئله تبعیض جنسیتی در رابطه با زنان از جمله ورزشگاه میتونید صحبت کنید؟ امروز به خاطر باز شدن این ممنوعیت زنان من این لباس رو تهیه کردم، میخوام آماده کنم، پر از امضا بکنم، به عنوان نمونه بفرستم برای احمد شهید. این فقط مسئله زنان نیست، مسئله مردان هست، مسئله مادران هست، مسئله پدران هست. چون زنان اگر به استادیوم راه داده نشن یا به استادیومی که زنان بازی میکنن دیگران راه داده نشن، یعنی این که پدر نمیتونه مسابقه دخترش رو ببینه، مادر نمیتونه مسابقه پسرش رو ببینه، زن نمیتونه مسابقه شوهرش رو ببینه، پس یه مسئله اجتماعیه، فقط مربوط به زن نیست. هر جایی که تابلو خواهران، ورود خواهران ممنوع زدن توی جمهوری اسلامی به همه مربوط میشه، به همین شکلی که من الان برای شما توضیح. اگه دوست داریم معرفی کنیم خودتون. من منیجر محمدزاده هستم، معلمم، معلم اخراجی به خاطر حجاب اسلامی. 36 سال پیش من اخراج کردم چون نگفتم به حجاب اسلامی. همین دیگه، یه زن ایرانی هم که خیلی متمدن‌تر و مدرن‌تر از این زندگی که امروز جمهوری اسلامی به عنوان اسلامی بودن ایرانی ها بهشون تحمیل کرد. بازی دوستانه تیم ایران با سوئد در استادیوم فرنتر آرنای سوکون جریان داره، الان داره مستقیم پخش میشه. تیم ایران و همون انگامی که وارد فرودگاه آلاندا در استکهلم شد، یه دی به استقبالش رفته بودن،
از ایرانی ها و ایرانی تبارها، بخصوص نسل دوم ایرانی ها، منتها همون هنگام تیم ایران رو از یک دری دیگه خارج کردن و کسایی که به سفارت رفتن اینا رو ندیدن بازیکنان فوتبال رو. به قول مطبوعات سوئد یک نوع مخفی‌کاری های غیر معمول انجام دادن. بچه هم که بازیکنان رفتن در هتل اونجا مینی بارهای یخچال رو خالی کردن، بهشون اکیدن تذکر دادن که، و اینا رو روزنامه و مجله سوئنسکا فانس توضیح داده که اکیدن بهشون هشدار دادن که در رسانه‌های اجتماعی هیچ عکسی قرار ندن و به خصوص با دختران عکس نگیرن که بذارن بود. علت اینم که در فضای سوئد این مسئله مطرح شد، در فضای سیاسی اجتماعی سوئد، مسئله فوتبال ایران، یه مقدار فعالیت های و تلاش های مخالفان رژیم از طیف های مختلف، به خصوص چپ ها و به خصوص فعالان زن بود که مسئله ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها در ایران رو مطرح کردن و خواستار اعتراض شدن از طریق نامنگاری، حضوری و گفتگو مصاحبه در رسانه‌ها که اعتراض بکنه فدراسیون فوتبال سوئد به ممنوعیت ورود زنان در ایران و از حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها در ایران دفاع بکنه، پشتیبانی بکنه. بی خاطر مطرح شده بود اینها در رسانه‌های ایرانی، به همین ترتیب در رسانه‌های ایرانی استکهلم، یوتبوری زیاد مطرح شد، بحث‌های مختلفی صورت گرفت. در رسانه‌های سوئد این بحث رفت، مسئله زنان و حکومت آپارتاید جنسی در ایران و نقض حقوق و ستمی که به زنان ایران وارد میشه، به در زمینه همین مسئله فوتبال. در رسانه‌های سوئد حقیقتش بحثا خیلی مختلف بود در تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، و حتی این سوال مطرح شد که این تیم فوتبال ایران تیم ملی فوتبال ایرانه یا تیم جمهوری اسلامی. در میان ایرانی هم مطرح شد. فکر میکنم زیباترین پاسخ رو یک ژورنالیست ورزشی سوئدی داد به رادیوی سوئد در بخش برنامه استودیو یک. گفت که در پاسخ به این سوال که این تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی، گفت هر دو. هم رژیم از این بهره برداری میکنه از مسئله فوتبال و هم مردم این تیم و تیم خودشون میدونن، و اشاره کرد به گردهمایی های مردم بعد از پیروزی های تیم ملی فوتبال ایران که چطور این گردهمایی ها رو تبدیل به تجمعات ضد رژیم میکنن و خط قرمز های رژیم رو زیر میگیرن و اون مراسمی، کارهایی رو که خود رژیم دوست داره انجام بده اونا رو زیر پا میذارن. در میان مخالفان رژیم خصوص نیروهای چپ حضور داشتن، خیلی نظرات متفاوتی بود. یه دیگه خواستار لغو اساسا این بازی شده بودن به خاطر همین اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ایران، استناد میکردن به لغو بازی هایی که موقعی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی میموده در با کشور اروپایی داشته. ولی عموما این نظر خیلی طرفدار داشت که به استادیوم بروند در میانه مخالفان رژیم، ضمن تماشای فوتبال اعتراض بکنند به زیر همین شعار از حق زنان ایران برای حضور در ورزشگاه ها پشتیبانی بکنیم. اساسش این بود. پلاکاردهای زیادی نوشته بودن، بادرول نوشته بودن، زمینی که خب بعضی هم پرچم برده بودن، پرچم های متفاوت با پرچم جمهوری اسلامی. خیلی ها پیشنهاد میکردن این پرچم جمهوری اسلامی رو اون قسمت علاش آرم در واقع جمهوری اسلامی رو از توش در بیاریم،
این پرچم میگه. خیلی هم اینجور پرچمی داشتن، بعضی پرچم شروع خورشید داشتن، بعضی پرچمی که فقط توش ایران نوشته شده بود اینا، که تو گزارش‌های متعدد فکر میکنم خیلی ها دیدن این رو. در ارتباط با مسئله زنان یه بحث دیگه هم مطرح بود که خود فوتبالیست‌ها هم باید بخواهند بگن و خواستار حضور زنان بشوند و به ممنوعیت حضور زنان اعتراض بکنند. یعنی از فوتبالیست‌ها خواسته بشه که شما که دارین فوتبال بازی میکنید، شما دوست ندارین که همینطوری که در الان در استادیوم‌های خارج از ایران بازی میکنید، من جمله همین فرنس آرنای در استکهلم و دختران زیادی اونجا بودن، مثلا دختران ایرانی به شما رو تشویق میکنن، در تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و همه شهرهای ایران شما وقتی بازی میکنید دختران هم حضور پیدا بکنن. و نهایتش در میان مخالفان رژیم این مثلا مطرح بود که ابراز امیدواری میکردن که روزی تیم ملی مردم ایران در بازی نهایی تیم جمهوری اسلامی رو مغلوب بکنه. در روزهای آغازین سال 1394 هستیم. سال جدید چگونه سالی خواهد بود؟ دورنما و روندهای سیاسی در ایران در سال جاری 1394 در بالا و پایین جامعه چگونه رقم خواهد خورد؟ نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو. درود بر تو بهروز فراهانی گرامی و نوروز همچنان بر تو مبارک باشد. سلام به تو سعید جان، منم با وجودی که چند روزی گذشته تبریک میگم سال نو رو. امیدوارم که هم سال خوشی داشته باشیم و هم خبرهای خوشتری رو نسبت به سالهای گذشته بشنویم. خب بهروز، این دورنما و روندهای سیاسی در سال جاری رو با توجه به آنچه که در سال 93 بوده چگونه میبینی؟ چگونه رقم خواهد خورد به نظر تو؟ به نظر من سال 94 یکی از حساس ترین سالهای زندگی جمهوری اسلامی خواهد بود. در چند مورد چالش های بسیار بزرگی پیش روی جمهوری اسلامی و مردم ایران هست. وقتی که نگاه کنیم ببینیم، همین الان که من و شما با هم صحبت داریم میکنیم، بارها و بارها مسئله قدرتگیری ایران، جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مبارزش با قدرت‌های دیگه برای کسب هژمونی در این منطقه رو من گوشزد کرده بودم. مسئله محور تل اویو، ریاضی که در مورد انرژی هسته‌ای درست شده بود و حالا داریم نگاه می‌کنیم محور تمام کشورهای عربی بجز سوریه در مقابل وضعیتی که در یمن پیش اومده و پیشروی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی حوثی‌ها در یمن رو داریم میبینیم که برای اولین بار عربستان سعودی که تا اینجا دائما از پیشروی های جمهوری اسلامی شکست خورده بوده و عقب نشینی میکرده، این بار عزم جزم کرده که در مقابل این حیات خلوت سابق خودش که یمن بوده در مقابل پیشروی های جمهوری اسلامی بیسته. این پدیده بسیار بسیار جدیدی هست. همچین اقدامی رو ما یک بار از جانب عربستان در لبنان شاهد بودیم، اون طرح خلسلایی که دولت اون موقع لبنان آورد برای خل سلاح کردن حزب الله که با شکست تاکتیکی و استراتژیکی کامل طرفداران عربستان سعودی تموم شد و سفیر عربستان برای مدتی فرار کرد از لبنان، حتی رفت. و اون تنها موردی که اونها خواسته بودن اقدام جدی بکنن در همین لبنان بود که شکست خوردن. اما این بار در مقابل قدرتگیری روزانه جمهوری اسلامی و نقش برجسته‌ای که در عراق در سوریه ایفا میکنه، در لبنان که به جای خود، و پیشروی های جدیدش در یمن، ما این مسئله رو گوشزد کرده بودیم و الان امسال با اولین باره که یک همچین ائتلافی به این بزرگی که نیروی هوایی بزرگترین کشور عربی یعنی مصر هم در شرکت داره و نیروی دریاییش رو برای ایجاد بلوکوس در بندرهای یمن داره به کار میگیره که راه رسوندن سلاح و کمک از طرف ایران به نیروهای طرفدار خودش رو ببنده، این یکی از بزرگترین چالش هایی هست
که در سیاست خارجی ایران الان در مقابلش است. همزمان با اون ما مسئله ادامه مذاکرات هسته‌ای رو داریم. واقعیتش اینه که به لحاظ تکنیکی به نظر میاد که یه سری توافقات بسیار جدی شده، اما مسئله تصمیم‌گیری سیاسی هست و عدم توافقی که الان در سطح جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی هست، این چالش رو در مقابل اینها گذاشته، به خصوص در مقابل رهبری ولایت فقیه گذاشته که این گامی رو که باید بردارن و یک مقداری از خواسته هایی روی قدرت های بزرگ در مقابل اونها دارن بپذیرن. به لحاظ تکنیکی به نظر میاد که عملا مشکلی وجود نداره. مسئله پیشروی برای برگرد برداندن تحریم ها هست و مسئله رابطه عمومیشون با اونها، که البته وقتی شما نگاه میکنید از یک طرف خامنه‌ای تو صحبتاش مطرح کرده که ما این صحبت ها و مذاکراتی که داریم با آمریکا یا میکنیم فقط مورد انرژی هسته‌ای و به سیاست عمومی ما در قبال کشورهای دیگه مربوط نمیشه. آمریکایی هم درست همین حرف رو زدن و مسافرتایی که جان کری کرد به پایتخت‌های کشورهای اروپایی و به اسرائیل و عربستان سعودی دقیقاً همین نکته رو گفت که ما در مورد انرژی هسته‌ای داریم به یک توافقاتی میرسیم. در عراق همجهت هستیم با جمهوری اسلامی علیه داعش، ولی به هیچ وجه به معنای اتحاد با اون نیست و امروز هم می‌بینیم که آمریکا از عملیات نظامی بلوک کشورهای عربی در یمن در مقابل جمهوری اسلامی حمایت رسمی خودش رو اعلام کرد و اعلام هم کرد که حتی به لحاظ لوجستیکی هم برای سوخت رسانی و غیره همکاری خواهد کرد با این بلوک. یعنی واقعا نشون داده میشه که مذاکرات هسته‌ای محدود به این مذاکرات هسته‌ای هست و احتمالاً یک تصمیم‌هایی رو باید اینها بگیرن. اینم از چالش‌هایی است که در همین اول این صحبتی سالی که ما درش هستیم با قدرت در مقابل رهبری جمهوری اسلامی قد علم کرده. به نظر میرسه که علارغم اینکه اکثریت بزرگی طرفدار این سازش هستن، هنوز اتفاق نظر به وجود نیامده. کافیه به سر مقاله های کیهان نگاه بکنیم، به صحبت های یزدی نگاه بکنیم و اینها که متوجه میشیم که این تصمیمات آخری که باید گرفته بشه و اون نیمه جام زهری که باید بنوشند رو سرش هنوز به توافق نرسیدن. این چالش در همین بهار باید بهش برسن و الا مشکلات بسیار جدیتری رو در این مورد خواهند داشت. در کنار این، سال 94 یکی دیگه از مسائلی که در سطح بالایی ها هست خود مسئله خامنه‌ای و جانشینیش هست. شایعاتی که راجع به سلامتی اون ما شنیدیم، صحبتایی که رفسنجانی اینجا اونجا کرد، اتفاقات و اخباری که اینجا و اونجا درس کرد، همه اینها نشون میده که مسئله جانشینی خامنه‌ای اولا مطرح است، ثانیا باز بحث و جناح خود خامنه‌ای نماینده قاطع و تعیین شده ای رو که اتوریته خودش رو بقیه جناح‌ها بتونه تحمیل بکنه و هنوز پیدا نکردن. و این اتفاقا از اونجایی که نقش مرکزی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران اگر ما بهش توجه بکنیم، این بزرگترین چالش توی این چالش‌هایی هست که من خدمتتون گفتم و مسئله بازه، به جایی هنوز نرسیدن، نمیدونن که در واقع این رو چجوری میخوان حل بکنن. خلاصه کلام این که به آنچه که به بالایی ها مربوط میشه، ما با یک بحران های پیاپی الان روبرو هستیم و چالش های بزرگی که جمهوری اسلامی باید گام به گام به اونها پاسخ بده. و اتفاقا این نوع بحران ها مثل تصمیم گیری در مورد انرژی هسته ای، مثل تصمیم گیری در مورد وضعیت دخالت های ایران در منطقه، از اون نوع تصمیم گیری هایی هست که تنش و اختلاف توی جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو بالا میبره، نه اینکه تخفیف بده. در از همین زاویه میشه گفت که سال 94 با تنش‌های بزرگ شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد. و اما مسئله پایینی‌ها رو وقتی ما نگاه بکنیم، وقتی مسئله جنبش‌های اعتراضی به خصوص کارگری و حقوق بگیران ثابت رو نگاه بکنیم و در کنارش نگاه بکنیم به بودجه سال 94 که از طرف دولت روحانی ارائه شد، متوجه میشیم که به لحاظ سیاست‌های کلان اقتصادی آسمان به همون رنگ سابق هست. هیچ اتفاق عجیب غریبی نخواهد افتاد و از تبلیغات وحشتناکی که دولت روحانی و طرفدارانش در داخل و خارج از کشور میکنن که همه اینها تقصیر تحریم هاست و اگر تحریم ها برداشته بشه و ایران بهشت خواهد شد و تمام این مشکلات حل خواهد شد، تورم حل خواهد شد، گرانی حل خواهد شد و غیره، اینها تبلیغات. وضعیت اقتصاد ایران قبل از هر چیزی به میزان تعیین کننده نتیجه سیاست های نئولیبرالی دولت های پی در پی جمهوری اسلامی از آقای رفسنجانی تا آقای روحانی هست. این سیاست ها در تمام این سال ها ادامه پیدا کرده و وضعیت کسر بودجه دائمی مزمن و رکود و تورم توامانی
که خصلت ویژه اقتصادیات در جمهوری اسلامی هست ادامه پیدا خواهد کرد. و وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در این بودجه چه به لحاظ محاسباتی که برای قیمت نفت کردن که با واقعیت نمیخونه، چه به لحاظ حقوق حداقلی که در نظر گرفتن، چه وضعیت کسر بودجه وحشتناکی که داره از یک طرف و از طرف دیگه افزایش بودجه قدرت‌های بخش‌های انتظامی و نظامی رو بخصوص سپاه پاسداران که بیش از 30% افزایش داشته، وضعیت بودجه به این معنا خواهد بود که در سیاست عمومی دولت ایران نسبت به حقوق بگیران و کارگران و به خصوص مستخدمان خود دولت اتفاق عجیب غریب نخواهد افتاد، که هیچی به نقد، ما با کاهش قدرت خرید اونها روبرو هستیم و این به خاطر اینکه کسر بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و اینها این دلارهای نفتی رو خواهند فروخت که بتونن ازش استفاده بکنن، ما با ادامه کاهش قدرت خرید و در نتیجه ادامه اعتراضات کارگران و حقوق بگیران روبرو خواهیم بود و به لحاظ آنچه که به مسافه بین پایینی ها و بالایی ها مربوط میشه، نه تنها برداشتن تحریم ها برخلاف تبلیغاتی که میکنن کاهشی در این ایجاد نخواهد کرد، بلکه ما به سوری مسافه جدیتری در جنبش های اجتماعی میریم و ایران که امروز کشور اعتصابات و اعتراضات کارگری هست، دقیقاً به دلیل ادامه سیاست های کلان سرمایه‌داری نئولیبرال که در این بودجه هم خودش رو منعکس کرده، ما باز هم با آن روبرو خواهیم بود و از این زاویه هم آسمان به همون رنگ سال گذشته خواهد بود و ما در زمینه‌های اجتماعی هم به طرف تلاطمات و درگیری و توازن جابجا شدن توازن قوا بین پایینی‌ها و بالایی‌ها سوق پیدا خواهیم کرد. در نتیجه سال 94 صحبتام رو تمام می‌کنم، به هیچ وجه سال گل و بلبل برای جمهوری اسلامی نیست، بلکه سال تنش‌ها و درگیری‌ها چه در بین بالایی‌ها چه بین بالایی‌ها و پایینی‌ها خواهد بود. بروز، تو از جامعه سیاسی و جامعه مدنی گفتی، موقعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی بون اشاره نداشتی در سال 94 چگونه خواهد بود؟ هرچند بخشای مختلف این اپوزیسیون و مخالفان رژیم هر کدوم صدایی دارن، ولی اگر بخوای یک جنبندی بکنی، یک نگاهی هم بیندازی به موقعیت عمومی اپوزیسیون، اونو چطور میبینیم؟ به نظر من ببین، وقتی از اپوزیسیون به طور کلی صحبت میکنیم، بخشی از نیروهایی که خودشون رو اپوزیسیون میدونن، مثل گرایش‌های بزرگی که توی اتحادهای انواع اقسام اتحادهای جمهوری خواه هست، اینا اصلا جز اپوزیسیون دیگه نیستن و صف‌بندی که اینها کردن در رابطه با درگیری‌هایی که بین جناح‌های مختلف داره، نامه‌های فدای چوبمی که برای خاتمی و رفسنجانی و خامنه‌ای نوشتن و غیره، اونها رو که اصلا بیشتر از همه اونها سر صدا می‌کنن امروز سر این مسائل انرژی هستی و غیره، اونها اصلا جز اپوزیسیون نیستن، حتی دیگه به تدریج بین دو صندلی هم نیستن و تمام صندلی دارن میرن توی جناح اصلاح طلبان حکومتی، اونها رو به حساب نباید آورد و تبلیغاتی هم که میکنن تأثیری در توازن قوای توی جناح‌های حاکمه ایجاد نمیکنه. اپوزیسیونی که طرفدار این هست که ایرانی دیگر ممکن هست و طرفدار لایسیته هستن، ادارت اجتماعی هستن و غیره، واقعیتش اینه که باید گفت تمام این سازمان‌های اپوزیسیون علارغم تبلیغات بسیار مفیدی که میکنن، علارغم اقدامات افشاگرانه بسیار مفیدی که همشون هر کی با درجاتی میکنه، متاسفانه ارتباط ارگانیکی چون با جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران ندارن، اپوزیسیون تاثیرگذاری نیستن. ولی اون جناحی از اپوزیسیون گرایشات چپ و اونهایی که طرفدار آزادی، لایسیته و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم هستند، اقداماتی رو در رابطه با پیوند با جنبش‌های اعتراضی کارگری و حقوق بگیران در ایران دارن می‌کنن و می‌دونیم این جنبشی است که تنها جنبشی است که از نفس نیفتاده، جنبش زنان از نفس افتاده، جنبش دانشجویی از نفس افتاده، جنبش‌های ملی هم یه مقداری افت کردن به جز در مورد کردستان. این جنبش اجتماعی که الان در صحنه هست در مقابل جمهوری اسلامی، جنبش کارگری و حقوق بگیران ثابت در ایران هست که بخشی از اپوزیسیون که به اینها سمگیری کرده و سعی میکنه که با اینها پیوند بازی کنه، اتفاقا برخلاف صحبتایی که میشه، من نظرم اینه که این بخش از اپوزیسیون هست که میتونه در صف‌بندی اجتماعی در ایران تغییراتی رو ایجاد بکنه با هرچی بیشتر ارگانیک کردن تماس‌های خودش با اونها. منتها در این لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم، در بهار 94 ما بسیار دور هستیم از واقعیت اعتراضاتی که در جنبش در ایران هست و میزان تشکل و ارتباطش با اپوزیسیون. در نتیجه در کلیت خودش باید گفت که اپوزیسیون در وضعیت تقریبا مال فارغ هست و تأثیر نقش تأثیرگذار
بر روندهای اجتماعی در ایران رو متاسفانه از نظر من نداره. متشکر بهروز فرانی و با آرزوی شکوفا شدن بیشتر این آرزوها برای شما. درود بر شما و امیدوارم که آرزوهای مشترک هممون برای ایرانی آزاد و آباد گامهای بزرگی رو در سال 94 به جلو برداریم. متشکر و روزت بخیر. تمام نقشه ها بر آب دیدیم، چه دورانی چه رویای
خواب دنبال عبوریم. من و تو نسل بی پرواز بودیم، اسیر پنجه های باد بودیم، همون بادی که با تیغ ترنگوش به پیش چشم های تو من پیش چشم های من تو را کشت. تمام آرزوها را فنا کرد، به دست دوستی من را جدا کرد، به ناگه از کنارم پر کشیدی، به دانه دانه عشق مادرانه و آن اندیشه های جاودانه، به قطر قطر خون عشق پاگن، به سوز سیر به سوز سینه های منده در بند. دلم صد پاره شد، بر پاک افتاد، به قلبم از غم از صد چاک افتاد. بگو آنجا که رفتی شاد هستی، بگو آنجا که رفتی شاد هستی، در آن سوی حیات آزاد هستی. هوای نوجوانی خاطرت هست، هوای نوجوانی خاطرت هست، هنوز عشق میهن در سرت هست. بگو آنجا که رفتی حرزه نیست، تبر تقدیر سر و سبزه نیست، کسی دوست شعورت نیست آنجا، تجاوز به غرورت نیست آنجا. خبر از گروه‌های بی‌نشان هست، صدای زجه‌های مادران هست، بخوان هم درد من، هم نسل من، هم راه من، بخوان شعر مرا با حسرت و آه، بخوان شعر مرا با حسرت و آه. درود بر فرخنده. A young woman from Afghanistan. Actually, she's come from Afghanistan very recently, so I think it's very important to listen to a woman who is actually from Afghanistan. با درود و سلام خدمت هموطنان گرامی، نخست مرگ فرخنده بزرگ را به تمام انسان‌های جهان که در سوگ مرگ انسانیت برای فرخنده گریستند و اعتراض کردن تسلیت عرض می کنم. حادثه غیر انسانی که یک روز قبل از سال 9 هجری شمسی در شاهد شمشیره کابل در افغانستان رخ داد، یادی جاوید، حرکتی نابخشیدنی و غیر قابل باور است. این رویداد متاسفانه بی‌سوادی و جهل بخشی از مردم افغانستان را برای همگان آشکارا ساخته. چشم امید دولت و ملت، پلیس افغانستان با تمام شجاعت و فداکاری‌هایشان این بار چشم امید مردم را بست و نظاره‌گر مرگ انسانیت گرد همایی امروز برای یادبود از فرخنده و عدالت‌خواهی برای انسانیت است. فرخنده رفت، اما با رفتنش راه مصلحت هم نوعانش را باز کرد. فرخنده با رفتنش یادش را جاوید ماند. راستی فرخنده برای چه رفت؟ رفت و با رفتنش حسی که کم کم در وجود انسان‌ها برای مرگ انسان دیگری که او را خاموش ساخته بود بیدار شد. بار دیگر سری از افغان‌ها متحد در خیابان‌ها برای حق زنده ماندن انسانی ادعا می‌کنند. فرخنده عضو خانواده تمام افغان‌ها، با رفتنش داغ بزرگی بر دل همه و مهر بی‌اعتباری بر صفحه انسانیت، حق و حقوق با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، میرسیم به بخش سوم از گفتگو با رفیق عزیزم علیرضا نوایی در مورد جنبش کارگری در سالی که گذشت. خب این بخش از برنامه رو شروع میکنیم با کارگران معترض، به وضعیت کارگران معترض در سالی که گذشت داشتن، به اضافه این که همونطور که در گفتگوی قبلی هم اشاره کردیم، مسئله همکاری و دخالت قوه قضاییه در همکاری با کارفرما و دخالت نیروهای انتظامی که حتی در طبق این قانون نوشته شده جمهوری اسلامی هم این کار غیر قانونی، ولی عملا در تمام نه تنها سال و سالهای پیش هم ادامه داشته. یک توضیح هم راجع به این لطف بفرمایید برای بینندگان ما. سلام دارم به شما دوستان عزیز تلویزیون برابری و درود میفرستم به بینندگان عزیز. آره، در سالهای گذشته ما شاهد فشار به کارگران معترض، اخراج کارگران معترض، بازداشت، دادگاهی شدن، احضارشون بودیم، ولی امسال با گسترشش
مواجه بودیم، یعنی بیش از سالهای گذشته. و از ویژگی‌های، یکی از ویژگی‌هایی که به شما دادم تو برنامه‌های قبلی همینه، ما در 40 واحد شاهد اخراج کارگران توسط کارفرما بودیم، 40 واحد تولیدی و خدماتی. از تعداد کارگرای یک واحد اطلاعی نداریم. در 39 واحد دیگه 313 کارگر اخراج شدن، کارگر معترض. یعنی اینو تاکید میکنم معترض که با اخراج ها و تعطیلی کارخونه ها این اشتباه نشه، اونا رقم های خیلی بالاتری هست. این فقط کارگرانی که دست به تجمع اعتراض به اعتصاب زدن و حتی مواردی داریم که گفتگو کردن با خبرگزاری های رسمی در رابطه با وضعیت خودشون. از رابطه با تهدید به اخراج گزارش ها بسیار فراوانه. یعنی به محض اینکه کارفرما میشنوه که کارگران میخوان دست به اعتراض بکنن، بزنن، پیشگیری میکنه و بهشون خبر میده که اخراج میشین، یا اینکه در حین اعتراضات بهشون تهدیدشون میکنن. و از اونجایی هم که کارگران قراردادهای موقت هستن و میتونه کارفرما اینا رو اخراج بکنه، و این یک جو ارعابی رو به وجود میاره در رابطه با اعتراضات کارگری. نکته دیگریه که حتی تو این رابطه تو اصلویه یه لیست سیاهی درست کردن کارفرمایان، یعنی یه کارگر معترضی که یه کارفرما اخراج میکنه اینو میذارن تو لیست، کارفرماهای دیگه هم اینو در واقع دیگه به کار نمیگیرن، باش قرارداد نمیبندن. مثلا اگه بخوایم از این نمونه ها بیایم اشاره بکنیم، خیلی زیاده که مثلا من چند تا نمونه برجسته رو میگم. مثلا تو این رابطه اداره کار اردبیل، کارخانه ذوب‌آهن اردبیل تعطیل شده، 275 کارگرش با حقوق عقب افتاده بیکار شدن در سال گذشته، دست به اعتراضات مکرر جلو استانداری در کارخانه به این طرف اون طرف زدن. اداره کار اردبیل پیشنهاد کرده که 40 تا از این کارگرانو در واقع به حساب اونا سازمان دهندگان این اعتراضات هستن و بیایم اخراج بکنیم، صد صدا هم میخواد قضیه تموم بشه. اداره ای کار پیشنهاد کرده تو این رابطه. یا مثلا یکی از کارگران شهرداری سیصد میاد با یکی از این خبرگزاری های رسمی مصاحبه میکنه، خب شهردار اینو اخراج میکنه، دلیلش میپرسن که چرا، میگه که تو با اسم میبره همون خبرگزاری رسمی، تو مصاحبه کردی در رابطه با عدم پرداخت به موقع دستمزد و شرایط کاری شهرداری ما توضیح دادی. در رابطه با دخالت قوه قضاییه، ما تو سال گذشته شاهد دخالت قوه قضاییه در 12 واحد تولیدی و خدماتی بودیم که 104 کارگر به دادگاه احضار شدن، 36 کارگر هم بازداشت شدن. که یه نمونه ای رو که بخوایم اخیر رو بهش اشاره بکنیم، دادگاهی شدن 31 کارگر معدن چادرملو در تاریخ 20 اسفند ماست. در رابطه با دخالت نیروی نظامی و انتظامی در اعتراضات کارگری، 12 مورد دخالت نیروی نظامی و انتظامی توی اعتصابات و تجمعات کارگری داشتیم. 2 موردش که با تهاجم و دستگیری همراه بوده، مثل معدن طلای زرشوران تکاب و تجمع کارگران منطقه 1 شهرداری اهواز که بهشون حمله ور شدن و دستگیرشون هم کردن. پلیس امنیت 8 کارگر کاشی گیلانا رو احضار کرده، پلیس احضار کرده به جای دادگاه و اینا رو برده اونجا ازشون سوال جواب کرده. و تو این رابطه، در رابطه با معدن کوشک باف داشتیم. یا مورد دیگری هم که بهش اشاره بکنم برای نمونه جالبه، تو کارخونه نظامی پروفیل ساوه، نگهبانی هست با جای نگهبانی که تو کارخونه هست، نیروی انتظامی به جای نگهبانی کارخونه رفته تو اونجا بایستاده، حکومت نظامی اعلام کرده گفته جلوی کارخونه اجتماعی بیش از 3 نفر ممنوعه. یا ما مواردی داریم که خود کارفرماها تو چیز کارخونه برای خودشون اطلاعیه زدن، حکومت نظامی اعلام کردن که آدم به دوران یارو رجوع میده، خانبازی و ملوک التوائفی، هر کسی برای خود یه کارفرما خانیه در یه کارخونه، هر کاری که بخواد بکنه یکی تازی میکنه. یا مثلا در رابطه با سیمان سپاهان خبر داریم که اینا مشاورین کارفرما
نیروی نظامی، رئیس اداره کار استان استفهان هم از نظامیانه. خب که رفتن اینجا و بعد این خودش هر کاری دلش بخواد بکنه، پشتش هم رئیس اداره کار استان هست و کاراشونو به این جور صورت پیش میبره. نکته دیگری هم که باید بهش اشاره بکنیم که مسئله فشار کاری تو این رابطه از علاوه بر اخراج کارگرهای معترض و تنزل شغل میدن و در واحدهایی که کارش سختری میبرن میذارن تو این رابطه. این حالا این موارد زیاد داشتیم. حقوق کارگران معترض رو پرداخت نمی کنن، مطالباتشون رو پرداخت نمی کنن برای اینکه اینا رو تحت فشار قرار بدن. مال بقیه رو پرداخت میکنن، مال اینا رو پرداخت نمیکنن تو تنگنا قرار بگیر. یا مثلا توی نیشکر هفتپه داشتیم بعد از این اعتصابات اخیرشون که 21 کارگر رو تهدید کردن. خب در اینا در آستانه استخدام شدن بودن، گفتن اگه دست به اعتراضات بزنی شما رو استخدام نمیکنی. یه نکته دیگری که توی پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماشر باش مواجه هستیم، صورت جلسه نمایندگان کارگران با کارفرمایان رو برای مراجع امنیتی شهر میفرستن. یعنی کارگران تو جلسه با کارفرمایان وقتی میشینن در رابطه با اختلافاتشون مسائل کارخونه حرف میزنن، با این ارسال میکنن برای مراجع امنیتی. پس بنابراین تو همین رابطه هست که من تو بخشای قبلی گفتم که قوه قضاییه، نیروی نظامی و انتظامی با کارفرمایان دست در دست همدیگه بیش از گذشته در مقابله با اعتراضات کارگری دست به اخراج، احضار و بازداشت کارگران و فشارهای متعدد دیگری تو این رابطه زد. خب حالا بریم سراغ کارگران زندانی، چون لیستی کارگران زندانی بعضیشون از سال پیش زندان بودن بعضی امسال. یک گزارش هم اگر لطف کنید در این مورد بدید که در مورد چه تعداد کارگر زندانی داریم، بعضیشون هم از سال پیش زندان هم بعضی امسال دستگیر شدن، یه لیست هم اگر یعنی تعدادی اگر دارید که آیا به مراجع سازمان بین‌المللی کار شکایت شده از طرف نهادهایی که به صلاح خواهان رسیدگی به پرونده اینا بشن یا نه. ببین ما یه تعداد فعالین کارگری داریم از جمله مثل بهنام ابراهیم‌زاده، شاروخ زمانی، محمد جراحی، مهدی فرایی شاندیز، رضا شاهری که تو مرخصی استعلاجی تو این طرف در تبریز و تهران. یه تعدادی کارگر زندانی داریم که از بیشترشون از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری توی مهاباد و سنندج و اون طرف. اما نکته دیگری که در رابطه با کارگران زندانی امسال باش مواجه بودیم، دادگاهی مجدد کردن کارگران زندانی. مثلا بهنام ابراهیم زاده در آستانه آزادی بود، حکمش داشت تموم میشد که میخواست آزاد بشه، یه چند ماه دیگه مونده بود آزاد بشه، اینو یک زندانی رو دوباره محاکمه کردن و به یک اتهاماتی بهش بستن که تو داخل زندان اینا رو انجام داده، یعنی در زندان خودشون به اصطلاح اینا رو انجام داده و به 9 سال و نیم زندان محکومش کردن. یا مهدی فرایی شاندیز، این تو زندان بوده چندین ماه ملی کشیده، یعنی زندانیش تموم شده دوره محکومیتش، سفری کرده آزادش نکردن، دوباره زندانیش کردن و یه 2 سال بهش حکم مجدد دادن. رضا شاهبی هم که دادگاهی شد نرفت. محمد جراحی رو دوباره بازپرسی کردن. حالا در کنار این فعالین زندانی، ما با فشار هرچه بیشتر به اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین کارگری مواجه بودیم. از چه طریقی؟ احضارشون، دادگاهی کردن، بازداشت و کوتاه مدت کردن و اینجور که از این جمله بخوایم اشاره بکنیم، از همون اول ماه مه 11 اردیبهشت
23 تا از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمر رو گرفتن برای چند ساعتی که می‌خواستن برن مراسم و اول ماه می رو تو یکی از این پایانه‌ها اجرا کنن. تو همون وقت تعدادی از اعضای اتحادیه کارگران آزاد ایران رو گرفتن. اخیراً دوباره دو تا از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران رو که چیزش کردن، محاکمش کردن، در مورد یکیشون حکم 3.5 سال زندان بهش دادن، هنوز حکم نفر دومشون معلوم نشده. کوروش و بخشنده آخرین نمونه ایه که تا امروز که ما خبر داریم توی کردستان دوباره گرفتن که هنوز نمیدونیم کجا هست تا این لحظه، خانوادش هم خبر ندارن. دوباره یه تعداد دیگری از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری رو دو روزهای اخیر توی کردستان، شهرهای مختلف کردستان احضارشون کردن و این روند ادامه میده داره و در واقع روند دشمنی دولت با تشکل‌های مستقل کارگری به فعالین کارگری و ایجاد مانع کردن در رابطه با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری کماکان ادامه داشته و میتونیم ادعا بکنیم که با حتی گسترش سرکوب تو این رابطه ما در سال 93 مواجه بودیم. خب حالا البته میشه یکی از ویژگی‌های اعتصابات و تظاهرات های سال گذشته رو یک نوع همبستگی با بین اقشار مختلف هم دید. به عنوان مثال معلمین از اعتصاب کارگران حمایت کردن یا کارگران از اعتصابات از زندانیان سیاسی دفاع کردن، یعنی در واقع در بیانیه‌ای که دادن، در اظهاراتی که کردن. شما اینو به نظر شما این یک پدیده جدیدیه در این اعتراضات، در این اعتصابات، چون مثلا مسئله زمان مطرح میشه، این شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ میشه جز یکی از ویژگی ها آورد یا هنوز عمومی نشده، فقط جرقه هایش در اینجا و اونجا دیده میشه؟ اینو خواستم نظر شما را به عنوان فعال کارگری بشنویم. ببین من به نظر من یکی از ویژگی های سال گذشته مسئله مبارزه برای افزایش دستمزد که من بهش اشاره کردم در همین رابطه است. یعنی نه تنها کارگران به عنوان یک بخش از نیروی کار، بلکه معلمان، پرستاران و میتونیم بهشون اضافه بکنیم مسئله بازنشستگان و غیره، تو این رابطه دستمزدی که میگیرن بر اساس آمار رسمی کفاف هزینه زندگیشون نمیده. حتی معلمان باید برن اضافه کاری بیشتر بکنن یا مثلا تدریس خصوصی بکنن یا حتی مسافرکشی بکنن تو این رابطه، پرستاران چیز بکنن تو همین رابطه. بنابراین این یک درد مشترک نیروی کاره. همونطور که کارگران با این مشکل مواجه هستن، این مشکل اونا هم دارن و اینا لازم نیست که مثلا از نظر سازمانی و تشکل با همدیگه مثلا همکاری داشته باشن تا ما این همبستگی رو ببینیم. مثلا تشکل معلمان با تشکل کارگران بیان یه امضا بزنن، دعوت مشترک بدن، اینو ببینیم. این ببین این پیوند بسته شده خود به خود، همونطوری که یک تجمعاتی صورت میگیره، راهپیمایی‌های صورت میگیره، از جاهای مختلف به هم میپیوندن، این صورت میگیره. میبینیم که همزمان روز سوم اسفند پرستاران دست به تجمع میزنن، خب معلمان هم دست در مقابل مجلس میزنن، معلمان هم در نقاط دیگری کشور دست به همین تجمع میزنن. چرا؟ چون درد مشترکی دارن و خواست مشترکی دارن. خب طبیعتا هر کدومشون هم در کنارش خواسته های دیگری داره. اما اون چیزی که اهمیت داره تو این رابطه این که من تو بخش های قبلی صحبتم گفتم که
مبارزه برای افزایش دستمزد باید گسترش پیدا بکنه، حکومت به عقب نشینی وادار میکنه که دستمزد افزایش پیدا بکنه. دستمزدی باشه که بتونه هزینه زندگی یک خانوار رو تامین بکنه. خب برای اینکه این مبارزه بهتر پیش بره، گسترش پیدا کنه، یک مسئله ای که اینجا اهمیت پیدا میکنه تشکل مستقله. همونطوری که کارگران تشکل مستقل کارگری خب میتونه مبارزاتشون ارتقا بده، برای معلمان هم همینه، برای پرستاران هم همونه. اگر ببین وقتی که روی مستقل تاکید میکنیم یعنی مستقل از دولت و کارفرما، درصد نداره، نمیتون 90 درصد مستقل باشه 10 درصد وابسته. هر اون جایی که خب سرنوشت مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران به تمامی زحمتکشان با تشکل‌های وابسته حکومتی گره بخوره به شکست انجام میده. پس بنابراین یکی از نکاتی که تو این رابطه وجود داره این تشکل‌های مستقل. ولی در رابطه با مسئله کارگران ما تشکل‌های فعالین کارگری هم داریم، تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های فعالین کارگری داریم، در رابطه با مبارزه معلمان، در رابطه با تجمع معلمان، اعتراضات معلمان، تجمع پرستاران، اینا حضور داشتن و علنی اونجا اعلام همبستگی کردن در مقابل مجلس در شهرستان‌های دیگر، همینطور ویا حتی به صورت کتبن هم در این رابطه به ضرورت پاسخ دادن تو این رابطه، در حد خودشون تو این چیز شرکت کردن. حالا حمایت این بخشا به اونجایی که وضعیت مشخصشون اجازه میده به خودشون تشخیص میدن در چه حدی باشه، چجوری باشه، حضوری باشه، غیر حضوری باشه، و حتی در راستای ایجاد تشکل‌های مستقل همکاری فکری و گفتگو بینشون کمک میکنه در راستای همبستگی این مبارزات و گسترش این مبارزه برای افزایش دستمزد و تحمیل کردن به حکومت به که تن به این خواست کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان بده. خب بودیدن به آخر برنامه رسیدیم، حدود 3-4 دقیقه کم و بیش وقت داریم. اگر فکر بودید مطلبی جا افتاده چیزی در این 3-4 دقیقه، اگر چیزی دارید میتونید. من ممایزم یه نکته رو ما بهش اشاره بکنم، اونم اینه که مسئله کارگران مهاجره. طبیعتاً ما مسائل زیادی داریم بازم بیان بکنیم در رابطه با زنان ایناست، ولی بخوام همه اینا رو چیز بکنیم باید برنامه های متعددی رو پر بکنیم. ولی اینو من چون گفتیم 3-4 دقیقه مونده اینو بهش اشاره بکنم. سال 93 در رابطه با کارگران مهاجر یا مهمان ما شاهد اقدامات نجات پرستانی از طرف دولت بودیم. میدونی کارفرمایان به این کارگرهای مهاجر به عنوان نیروی کار ارزان احتیاج دارن، اینا رو به کار میگیرن با نازلترین سطح دستمزد و در شرایط بد کاری. خب از طرف دیگه دولت اینا رو اتباعی بیگانه قلمداد میکنه، بعد اینا رو به کارگران ایران اینا رو به عنوان عامل بیکاری اعلام میکنه و اینجوری بین کارگران مهاجر و کارگران ایران میخواد تضاد بندازه و بگه از اونجایی که نمیتونه مشکل بیکاری رو حل بکنه و در راستای اشتغال گامی بر نداشتن و روز به روز به بیکاران داره اضافه میشه، میخواد دنبال یه بهانه هایی بگرده و به کارگران بگه که اگه شما بیکار هستین عاملش کارگران مهاجر هستن. و این یک تبلیغات نژادپرستانه ای بود که در رابطه با
این کارگران برای انداختن و خیلی در گسترش پیدا کرد و در بعضی جاها نمیدونم دست به یک اقداماتی زدن که باید اینا رو بیرون بکنیم، حق کار ندارن، فلان ندارن و از این جور چیزها. نکات دیگری هم که حتی تحمیل شهریه اجباری به فرزندانشون برای تحصیل و این مسائل شاهدش بودیم که حتی شاهد تجمعات زنان در رابطه با همین مسئله در مقابل دفتر سازمان ملل بودیم که این تبلیغات نجات پرستانه را باید دید و در مقابلش ایستاد و تمامی فعالین کارگری نسبت به این هوشیار باید باشن و سعی بکنن تا اونجایی که برایشون مقدوره این تأثیرات این سمپاشی ها رو کاهش بدن و همبستگی بین کارگران در ایران، چه کارگر مهمان چه کارگر میزبان، هم مثل خود مایی که اینجا هستیم متوجه که یک جور حاصل دستنجشون بیغما میشه، یک جور تحت فشار هستن و اینها کارگران مهاجر نیستند که عامل بیکاری اونا هستن. میلیون ها ایرانی هم در جاهای دیگه به عنوان مهاجر دارن کار میکنن. اون کسی که این تبلیغات را میندازه در واقع خودش میخواد از زیر ضرب خارج کنه و با به تفرقه بین بخش های مختلف کارگران در یک کشور دامن بزنه. بینندگان عزیز، به پایان این سلسله گفتگو با رهنمون علیرضا دوایی رسیدیم. با تشکر از شما عزیز و با تشکر از بینندگان عزیز که بیننده تلویزیون ما بودید، روز روزگارتون خوش باد.